سرخط مهمترین خبرها. محمد محق به شورای امنیت ملل متحد نسل کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسید و عاملان آن را تحریم کنید. عبدالله جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد. و همچنان در پایان به نقل از صفحه رسمی احمد سعیدی، رهبران دولت افغانستان و تندوستی دفاع از استقلال و آزادی مبارزه با تروریسم را باید از مارشال دوستم بیاموزید. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. محمد محق با شورای امنیت ملل متحد نسل کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسید و عاملان آن را تحریم کنید. عشر صبح، کابل. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که کشتار هزاره‌ها را در افغانستان را بر رسمیت بشناسند و عاملان آن را تحریم کند. آقای محمد محقق روز پنجشنبه 20 جوزا در فیسبوکش نوشته است که هزاره‌ها در مساجد، آموزشگاه‌ها، زایشگاه و کلب‌های ورزشی به گونه بی‌رحمانه قتل عام می‌شوند. او افزوده که قتل عام مردم بی‌ضرر و بی‌دفاعی هیچ توجیهی ندارد و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. او همچنان به کشتار کارگران مؤسسه ماین‌پاکی که یک قوم خاص را هدف قرار دادن اشاره کرده و گفته است که این نشان دیگری از این جنایت ضد بشری است که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ کند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردمی افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که با برسمیت شناختن کشتار مردم هزاره به عنوان نسل کشی عاملان آن را مورد تحریم قرار دهد. از جانب دیگر آقای محقق از حکومت نیز خواسته است که در قبال چنین حوادث اقدامات عملی و مؤثری را روی دست گیرد و تنها به اظهار همدردی اکتفا نکنند. او همچنین از حکومت خواسته نتیجه بررسی هایش از حمله مهاجمان بر مثلای شهید مزاری را همگانی کند. گفتنی است که در 17 اوت 1398 شماری از مهاجمان مسلح بر مثلای شهید مزاری تیراندازی کردند که در نتیجه آن بیش از 40 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. گفتنی است که محمد محقق در حالی خواستار بر رسمیت شناختن نسل کشی هزاره‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده که چند روز پیش شماری از شهروندان کشور با راه اندازی کارزار زیر عنوان یا نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید از جامعه جهانی خواستار بودند که نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسند. این اعتراض ها در حالی راه اندازی شده که غرب کابل و جامعه هزاره ها در جریان روزهای اخیر شاهد حملات هدفمند بوده است. همچنان این در حالی است که به نقل از صفحه احمد سعیدی، با سلام، رهبران دولت افغانستان و تندوستی دفاع از استقلال و آزادی مبارزه با تروریسم را باید از مارشال عبدالرشید دوستم بیاموزید. نه تنها در حالی که مارشال عبدالرشید دوستم بالای 60 سال عمر دارد، در همین وضعیت بحرانی در خط اول نبرد است. همچنان فرزندانش از جمله یار محمد به خاطر دفاع از وطن در خط مقدم نبرد با دشمن قرار دارد. بناهن اگر وطن دوستی است، اگر دین ادا کردن وطن است، همین است. شاید آدم های کردلی، آدم های متعصب که تعصبات قومی و زبانی چشم آنها را کور ساخته
عملکردهای مارشال عبدالرشید دوستم خوششان نیاید، ولی انسانهای با وجدان این روزها را فراموش نکنند و همه تلاش کنند و حاضر شوند. به خاطر دفاع از وطن باید مارشال عبدالرشید دوستم الگویی باشد برای وطن دوستی که برای دفاع از وطن و ثبت تاریخ گردد. همچنان این در حالی است که عبدالله عبدالله جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. پرسوده رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای اجماع ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل سیاسی بحران این کشور تاکید کرد. با گزارش رادیو دری به نقل از خبرگزاری آریانا نیوز، عبدالله عبدالله در پنجمین نشست تقویتی اجماع منطقه‌ای گفت تلاش های سال در مرحله حساس و سرنوشت ساز قرار دارد و برای دست یافتن به صلح پایدار و با عزت نیازمند همکاری دوامدار کشورهای منطقه و جامعه بین المللی می باشد تا طالبان را وادار به گفتگوی صلح کنند. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در جریان مذاکرات صلح خواهان پایان خشونت در افغانستان و برقراری آتش بس دائمی شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تعهد کابل برای صلح پابرجا است. اگر شرایط به گونه دیگری پیش آید و از فرصت پیش آمده برای گفتگو و پایان جنگ استفاده درست نشود، برای دفاع از این کشور آمادگی کامل داریم. این در حالی است که طالبان دو شرط اساسی برای پایان خشونت و آتش بس دارد: خروج تمام نظامیان خارجی از افغانستان و تشکیل حکومت امارت اسلامی که دولت افغانستان با نوع دوم مخالف است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.